خب بریم یه سر بزنی به عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی کشور. از خبر ورزشی هم شروع بکنیم که توصیه جنجالی لیونل مسی به کیلیان امباپه: دوست دارم به بارسلونا بری، البته که گفته اگه دوست داری به رئال بری برو، ولی انقدر شایسته و بازیکن با کیفیتی هستی که یه جایی بری که یه پروژه ورزشی داشته باشه، که خیلی به مزاق هواداره پاریس سن ژرمن خوش نیومده این صحبت لیونل مسی که تو کامنتشو برید ببینید چقدر فوش نوشتن. ماجرای ملاقات درویش از بیرانوند علی بیرو موندنی شد. حالا رفته بود ملاقاتش ببینه که فکش چطوریه. یه جایی خوندم نوشته بود اصلا در مورد نوتیس ها بحث نشده. رضا درویش گفته که علیرضا مثل پسرم میمونه، نگران سلامتی بیرانوند هستیم نه چیز دیگر. آها، همین فکر میکنم کامل باشه. شاگرده عبدی با شکست یمن جهانی میشن. کوریا مات هنرنمایی نوجوانای ایرانی که ما موفق شدیم 2-1 کره جنوبی رو از پیش رو برداریم، رفتیم به 8/4 نهایی و در مقابل تیم نوجوانان یمن قرار میگیریم. یمن هم بازی قبلیشو که در مقابل فکر میکنم تایلند بود یکیش واگذار، که اگه اشتباه میکنم اصلاح هم کنید تو کامنت ها، خلاصه یکیش باخته، با باخت اومده به استقبال این مسابقه، ما با برد اومدیم و امیدوارم که ببریم یمنی ها رو، اصلا بتونیم جام این دوره از رقابت ها رو بالای سر ببریم و جهانی هم بشیم، جواز حضور در مسابقات جام جهانی ما بگیریم ان شاء الله. قائدی گفته که 1.8 میلیون یورو از پول انتقال من ناپدید شد، با مجیدی مشورت میکنم که اصلا اوضاع قاراش میشه تو استقلال. این مدیر عامل فتول زاده و آجرلو واقعا دمار از روزگار استقلالی ها در آوردن. اولیایی گفته که بازگشت فتول زاده اشتباه استراتژیک اون بود، کریم باقری رو میخواستیم اما پرسپولیس پول بیشتری میداد، اگه رفتن آجرلو کودتا بود اومدنش هم کودتا بود. این آقای کاظم اولیایی گفتن. بریم روزنامه بعدی. بابا روزنامه گل باشه. بازی دادن به عزت اللهی مصدوم، به این اشتباه افتخار نکنید. بله خب بعد از برخوردی که با علی بیرانوند داشت، امیدوارم علی بیرانوند هم رو خروجش یکم دقت کافی رو داشته باشه، هم پدر خودش رو در میاره هم پدر مدافعان وسط تیمشو. لابو ژاپنیا هواپیما جایزه میگیرن. پاداش شیشتایی ها در گمرک تنها کنایه بدجور زده دیگه، میدونی دیگه، ویدیو هم درست کردم، خودروی وارداتی علی بیرو، متی توراب، چه میدونم علی قلی زاده، سردار آزمون اومده، وحید امیری هم به زودی میگیره و اینم پاداش شیشتاییایی که روزنامه گل یه تنهای سخیفی زده. یه گام تا جام جهانی نوجوانان، نمایش امیدوار کننده پسرای ایران که صحبت کردیم در موردش. برای کنعانی زادگان که از هیچ اتفاقی درس نمیگیره، گاهی به شناسنامه نگاه کن. بله اصلا رزومه کنعانی زادگان بعد از اینکه تو پرسپولیس بود، رفت استقلال، بعد رفت یه تیم دیگه، باز اومد استقلال و اون حواشی اتوبوسش، واقعا یکم باید رو اخلاق حرفه‌ای خودش محمد حسین کنعانی کار بکنه. میدونیم چه دفاع وسط خوب و توانمندی ها، نگذریم از این. همه پیشکسوتان باید از نکونام حمایت کنن. اینو محمد نوری گفته و گفته که مجیدی استقلالی بودنش رو به همه نشون داد. بله اون حمایتی که اومد کرد از جواد نکونام، فکر می‌کنم بعد از اون حمایت همه پیشکسوتای استقلال یه متفق القول اومدن از جواد نکونام حمایت کردن و خلاصه که مجیدی باعث اتحاد استقلالی ها شد. عربستان میخواد به شرقی ها برسه، ما سقف بودجه میذاریم. محمد پنجلی گفته که پرسپولیس فقط باید به قهرمانی آسیا فکر کنه. در مورد اون سقف بودجه هم که خیلی صحبت کردیم که چه قانون مسخره ایه، واقعا قرار نیست واقعیت رو نگم که جای پست بگیرم. به به. آقا پیروز قربانی گفته که جواد نکونام مبارک استقلالیا، واقعا من دوستش دارم آقا پیروزا، چون حق حرف میزنه. اما بریم روزنامه ایران ورزشی. یوسف سسما دستیار جدید نکونام در استقلال. میدونید دیگه این مربی بدنساز اسپانیاییه که 8 سال تو اوساسونا با جواد نکونام کار کرده و گزینه آقا جواد برای حضور در کادر فنیه و فکر می‌کنم کمک بکنه به تیم استقلال. معمای بزرگ شجاع و پرسپولیس، هوادارا مخالفن، مثل اینکه رضا درویش با خود شجاع خلیلزاده صحبت کرده، یه توافقاتی صورت گرفته و رضا درویش از این میترسه که اووردیم شجاع رو، نه اینکه هواداره پرسپولیس بیان هوش کنن تو ورزشگاه و آرامش رو از این تیم بگیرن، چون یکی از نکات قابل توجه در تیم پرسپولیس که موفق شدن این فصل سگانه بگیرن همین آرامشه بود و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. پاریس آماده فروش، رئال دست به جیب، 300 میلیون یورو تا برآورده شدن یک رویا. مسی گفته که امباپه در پاریس نمون به خاطر اون
توضیحاتی که دادم و امیدوارم که بیاد کیلیان امباپه به رئال مادرید دیگه. فکر می‌کنم خیلی جذاب بشه. بی اطلاعی قائدی از سرنوشت حق انتقالش به الاهلی، 1,800,000,000 دلار در استقلال ناپدید شد. کاری که عربستان انجام داد، کار 40 سال پیش ترکیه بود. مصطفی دنیزلی گفته که باید مجسمه یحیی رو بسازند. پرسپولیسیا در انتظار تماس برای تمدید انگیزه حضور در لیگ قهرمانان آسیا. آره دیگه، الان سعید صادقی تمدید نکرده، میلاد سرلک، مرتضی پورعلی گنجی، گیورگی گولسیانی، عیسی آل کثیر و بعد ببینیم کی اینا میخوان قرارداد خودشون رو تمدید کنن. حالا پورعلی گنجی یه سال دیگه قرارداد داره البته، ولی خب بند فسخ هم داره. برای ماجرای لورن بلان شاهد دارم. حمید مطهری گفته که در نساجی به من خیانت شد. ماجرای جدید درون دروازه استقلال، حسینی میمونه، اخباری، پور حمیدی و کنت منتظر تصمیم نکو که میگن یه گلر خارجی میخواد بیاد و سید حسین حسینی تو آب نمک میمونه، یعنی به عنوان گلر دوم. شرط بزرگ خوزستانیا برای پور موسوی، تا نیفس 18 امتیاز نگیری اخراج میشی. اصلا این شرطو بیان واسه مربی بذارن اصلا حرفه‌ای نیست. رد ادعای امیر، 11 گل و 6 پاس گل در 1312 دقیقه. تیم قلعه نوی روی کاکل لژیونرها، چون خود امیر قلعه نوی گفته بود که من به عنوان مربی که از لیگ برتر خیلی بازیکن آوردم، ولی آمار یه چیز دیگه میگه. رضا دهدار گفته که میخوام بهترین مجموعه عمرمو در عربستان ثبت کنم. امسال باید مدال جهانی رو از دهان شیر بیرون بکشیم و ما هم آرزوی موفقیت میکنیم واسه آقا رضا دهدار. امیدوارم بره مدال طلا هم بر گردنش بیاویزه و ما بیایم در مورد این افتخار آفرینی صحبت کنیم. بریم روزنامه بعدی که روزنامه فرختگان باشه. گزارش فرختگان از آپدیت لیست نقل و انتقالاتی استقلال در حالی که باشگاه با مشکل نقدینگی مواجهه. حسین زاده دور شد، نکو به دنبال یه لژیونر دیگر. حالا اون لژیونر به نظرتون کیه؟ شاید سعید عزت. حسینی در آب نمک گلر خارجی، ریگی تموم کرد. این فکر کنم از همینجا من اون آب نمک رو یاد گرفتم، مگه نه؟ چرا آدم باید آب نمک تو ذهنش بیاد؟ لسه آره اینو خونده بودم. رحمان رضایی گفته که تورنمنت کافا غنیمتی برای تیم ملی بود، باید با حریفای بهتری بازی کنیم، یعنی یکی به میخ زری یکی به نل. آنچه مورایس برای موفقیت در سه جام میخواد. مرد پرتغالی برای قهرمانی تیم میبنده. حالا این هنوز حضور سامان فلا در تیم سپاهان در حاله ای از ابهام. خب میدونیم که رضا شکاری اومده به سپاهان و بعد ببینیم در ادامه نقل و انتقالات سپاهان چطوری میگذره. دیدار درویش و بیرانوند بدون صحبت در مورد نوتیس دوم. سوال های بی جواب در خصوص نیمکت نقل و انتقالات نشون میده بلا تکلیفی خلاصه وضعیت این روزای پرسپولیس برزخیا. تغییرات گسترده در باشگاه استقلال در راه. معاون جنجالی رفتنی شد، آقای افضلی هیئت مدیره میشه و این از وضعیت استقلالیا که همش دستخوش یه تغییری میشه. ایران 0 آمریکا 3، همون همیشگی. بله ما با یه بازی پرصلابت موفق شدیم مقتدرانه به تیم ملی والیبال آمریکا ببازیم، یه بار دیگه به روز عطایی تمام بندیاشو در معرض نمایش قرار داد و یادش بخیر 10 سال پیش با خولیو ولاسکو ما یک تازی میکردیم و الان میبینید که اوضاع بده. امیدوارم سریع برکنار بشه، مربی خارجی بیاد دیگه، وقتم تلف نشه. پیام رسمی سرخابی‌ها درباره نقل و انتقالات، اعلام نام بازیکن جدید صرفا بعد از توافق. سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا، سرگروهی برای پرسپولیس، احتمال گروه مرگ برای سپاهان. قائدی گفته که باشم یا نباشم برای استقلال آرزوی موفقیت می‌کنم. آره دیروز تو برنامه ورزشگاه بود که این صحبتو کرد. جواد نکونام گفته که پیشکسوتان کنار باشگاه نباشن موفقیت حاصل نمیشه. صدرنشینی نوجوانان با غلبه بر کره جنوبی، جدال با یمن آخرین گام برای صعود به جام جهانی. ایشالله که میریم جام جهانی. حسین عبدی سرمربی تیم نوجوانان گفته که وقت خوشحالی است، اما یه بازی سخت دیگه هنوز داریم. امیدوارم این جاه طلب بودن رو داشته باشیم دیگه، فقط تارگت اصلیمون این نباشه که یمنو ببریم و بریم صعود کنیم به جام جهانی. آقا بردیم، ایشالله بریم فینال، ایشالله جام رو بگیریم. حمید مطهری گفته که شادی تیم ملی در کافا تمرین جشن قهرمانی جام ملت‌ها بود. چون حمید مطهری گفته خیلی مانور نمیدم زیاد صحبت میکنه. پیام قلعه نوی به بازیکنهای تیم ملی، به زودی برای اهداف بزرگتر تلاش میکنیم. رجب زاده گفته که مسابقات کافا فقط از هیچ چیز بهتری بود. علیرضا اکبرپور هم گفته که تگ گل استقلالی رو توی شهرآوردی زد. علیرضا اکبرپور قشنگ یادمه، تازه هم فوتبالی شده بودم. استقلال در بعضی از پستا کم بود و در برخی دیگر تعدد بازیکن داره. و روزنامه آخر روزنامه شوت باشه که آقای درویش گفته که نگران سلامتی بیرو هستم، نه قرار دادش. بله با یه رویکرد جدید رفته ملاقات
علی بیرو که تو عمل انجام شده قرارش بده. برزگر گفتی که حقوق بازنشستگی پول تو جیبی است. دبیر رو بردارید گناه المپیکو گردن چه کسی میندازین؟ این آقای برزگر گفته. حجت کریمی گفتی که قول نمیدم قائدی و محبی بمونن. مذاکره با شیری و پهلوان، یارکشی نکونام از پرسپولیس. بدهی استقلال به 900 هزار دلار رسید. حجت کریمی گفتی که ورود بازیکن خارجی رو هم مثل ماشین ممنوع کنید. او یه تنوکنایه زده. وادی گفته که ترسیدیم و باختیم. نترسین شما کلا ضعیفین. عطایی گفته که جزو تیمای درجه 1 دنیا نیستیم. بله مرسی از آقای عطایی. از تیم درجه 1 جهان ما تبدیل شدیم به تیم درجه 2 آسیا. هلند ایران امروز ساعت 18:30 شما میتونید ببینید که اونا هم خیلی تیم خوبی ان. 13 امتیاز سرویس با آمریکا دادیم. زنگ تفریح عریفا شدیم. تو دریافت ما چقدر عملکردمون بده. راسل گفته که سیستم والیبال ایران دچار اختلال شده. دو طلا و یک نقره برای آزادکارای ایران در یاشار دوقوی ترکیه. روزنامه فقط استقلال جوان هم که مال آقای فتوالله زاده هستی بررسی بکنیم. پیشکسوت آبی پوشان داغدار شد. تسلیت به سهراب بختیاری زاده که در غم از دست دادن پدرش هست و ما هم تسلیت میگیم به نوبه خودمون. امیدوارم که غم آخرش باشه سهراب. مربی استقلال از خانواده این تیمه. فریبا گفته که نکونام گزینه مناسبیه. مطالبه هواداری استقلال از وزیر، انتخاب مدیرای شایسته و ثبات در مدیریت. بازیکن از شباب هستم و چند پیشنهاد خارجی دارم. اینو قائدی گفته و گفته که دوست دارم در استقلال بمونم. دوست داشته دو طرفو داشته باشه مهدی. فرهاد مجیدی یکی از افتخارات باشگاهمونه. جواد نکونام گفته که قول میدم تا پای جان برای استقلال تلاش کنم. فعلا لیستی به باشگاه ندادم. امروز ساعت فکر می‌کنم 10:30 بود که جواد نکونام یه لیستی رو به باشگاه داد و حالا من در موردش ویدیو درست می‌کنم. دکمه لایک رو بزنید. ادعای جنجالی ستاره استقلال، نمیدونم پول رضایت نامم چی شد. این آقای مهدی قائدی گفتن و اینم از مرور روزنامه‌ها. پیشنهاد، انتقاد و نظری دارین پایین بنویسید و دمتونم گرم اگر دکمه لایک رو بزنید. من که همه تلاشمو می‌کنم، ازتونم می‌خوام. حالا اینکه دیگه اگه شما لایک رو بزنید یا نزنید دیگه بسته به معرفتتون داره. دمتون گرم فعلا.